أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، الحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد، الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وسفيك وخيرتك في خلقك، حافظ سرك ومبلغ رسالاتك، بشير رحمتك ونذير نقمتك، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند عالی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری میکنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پرواپیشه کردن یادآوری و سفارش میکنم. خداوند علی اعلی در قرآن عظیم الشان در معرفی تقوا و برد و اثرگذاری تقوا می فرماید: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا، اگر از خدا پروا داشته باشید، این تتقوا الله، نتیجه این پروا داشتن برای شما نیروی تشخیص حق از باطل در نظر گرفته می شود. یجعل لکم فرقانا، اینه که انسان مجهز شود به یک درک، به یک نیرو، به یک قدرت که حق را از باطل بشناسد. این نیروی بزرگ و موهبت کلانی است. فرمود یجعل لکم فرقانا، قدرت و نیروی تشخیص حق از باطل برای شما قرار می‌دهد و گناهانتان را از شما می زداید و یکفر عنکم سیئاتکم، و خداوند دارای بخشش بزرگ است. ان الله والله ذو الفضل العظیم، خدا دارای بخشش بزرگ است. امید از هممان به این سفارش خداوند پیامبر ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین توجه داشته باشیم. اگرچه در خطبه اول بحث بهداشت و
در واقع نظافت مخصوصا بهداشت خرد و عقل از منظر قرآن هنوز به پایان نرسیده. این هفته به دلیل اهمیت این بحث را که الان در خطبه اول در خدمت شما مؤمنین تقدیم میکنم که اون بحث روشنتر شود و در واقع زمینه گفتگو و تفاهم و روشنگری بیشتری فراهم شود، این بحث را این هفته از منظر قرآن و روایات دنبال میکنیم. انشاءالله در خطبه دوم مناسبت های تاریخی مذهبی و مسائل مربوط به کشور و جامعه و اوضاع کنونی از موضوعات است که به اونها اشاره خواهیم کرد. مسئله که امروز برای اهمیت موضوع و مفید بودن در اون بحث و امثال اون بحث انتخاب شد، مسئله آگاهی و تشخیص و معرفت است. متاسفانه خیلی وقتا مخصوصا در شرایط فعلی اون معرفتی که مهم است، سرنوشت ساز است و در واقع حلال مشکلات مردم است، به او کم توجه میشه. به علوم، به آگاهی ها و به موضوعات بیشتر بها داده میشود که اونچنانی که باید گره از کار مردم باز نمی کند. ما در اسلام دو تا موضوع داریم: یک، راهکار معرفت و شناخت که ما چطوری موضوعات بشناسیم و آگاه شویم و عالم شویم، این یک موضوع است. موضوع مهمتر راهکار و شیوه و در واقع مسیری که بتوانیم در تزاحم افعال اخلاقی اونی که مهمتر است، اونی که مفیدتر است، او را انتخاب کنیم، و الا خیلی وقت آگاهی های ما بی اثره. یعنی به یک تعبیر علم در خدمت علم میشه، در حالی که علم باید در خدمت انسان باشد، علم در مسیر رشد باشد، در مسیر عزت و پیشرفت باشد. و الا اگر یه چیزایی را یاد بگیریم، به یک کلمات تکلم بکنیم، یک نوشته هایی را تهیه کنیم بخوانیم، اما به زندگی ما اثر نداشته باشه، این مؤثر نیست. در فعل اخلاقی کارهایی که ما انجام میدهیم دو معرفت لازم است: یک، تشخیص نیک از بد. ما خوب را باید از بد تشخیص بدهیم. خب این یک موضوع است، این یک مرحله است. تشخیص نیک از بد، خوب از بد، زشت از زیبا در این حالی که اهمیت داره، اما همه هدف این نیست. خیلی ها تشخیص میدن این خوبه این بده، امکاناتش هم خیلی وقتا در اختیار هممون هست. حالا کسایی که با دانشگاه و حوزه و مراکز دانشگاهی و یادگیری ارتباط دارن، برای اونا بیشتر فراهمه، و الا برای عامه مردم هم فراهم است. خداوند در قرآن می فرماید و نفس و ما سواها، قسم به نفس و جان و کسی که این جان را خلق کرد، یعنی خدا، فالهمها فجورها و تقواها. ما فهم بدیها و خوبیها را به انسانها الهام کردیم. خب خیلی همان می دانیم نباید دروغ بگیم، خیلی افراد می دانیم نباید شراب بخوره، نباید ظلم بکنه، اما با اینی که میدانه میکنه. همین مقوله‌ای که ما و شما میدانیم، میگن عالم بلا عمل
خیلی از پزشکا و خیلی از توصیه هایی که به مریضاشان میکنن خودشان عمل نمیکنن. یک مقوله شناخت انسان، تشخیص انسان خوب را از بد است. این امکاناتش همه انسان ها داره و مهم است، اما حلال مشکلات نیست. یک مقوله دیگه اینطوری میگم که همه انشاءالله متوجه بحث بشوند. یک مرحله دیگر که مرحله سرنوشت ساز است، تشخیص خوبتر از خوب، تشخیص اهم، اونی که خیلی در زندگی ما اثر داره، از مهم. امروز متاسفانه خیلی آدم از اسلام، دم از باور کنین دیانت میزنه، آدم نمیتونه حریف اینا بشه. چرا؟ چون اینا در این مرحله دوم اکثرا توجه ندارن، کمیتشان لنگه، همه سرمایه و فکرشان با اون مرحله اول است. در اسلام این دومی خیلی مهمتر از اولی است. دومی دو چیز را در کنار هم میطلبد. یک، نیروی عقل از درون، باید یک هوشی، یک فهمی، یک درک از باطن انسان که در روایات میگوید اون چشمه جوشان، علمی که بجوشد، یک تشخیص درونی لازم است و یک دلیل قوی برگرفته از نقل. خب سخن معصوم، قرآن، سخن پیامبر، ائمه معصومین علیهم السلام که عهده‌دار این مرحله دوم است. اونی که جامعه را نجات میدهد بعد از فهمیدن زشت از زیبا، خوب از بد، تشخیص مهم و تشخیص اهم، تشخیص اونه که بیشتر در زندگی ما اثر دارد با اونه که اثر دارد اما سرنوشت‌ساز نیست، تعیین کننده نیست. شاید خیلی این بحث مهم و کاربردی باشه. برای اولین بار است که من در نماز جمعه بحث را به این شکل لازم دانستم مطرح بکنم. اجازه بدین با یک نمونه، با یک مصداق، با یک در واقع صحنه‌ای که قابل دیدن منتها با چشم سر است، من این قضیه را به همه نمازگزاران و مهمانان حضرت حق در این فضای نورانی منتقل کنم. امام صادق علیه السلام فرمودند، اصل جریان مربوط است به زمان پیامبر، منتها راوی از زبان امام صادق علیه السلام نقل میکنه. حضرت صادق فرمودن یکی از یاران پیامبر، از اصحاب پیامبر شخصی بود به نام عثمان ابن مزعون. خب در بین اصحاب رسول الله این اسم برای چند نفر اطلاق میشده، منا اونی که مد نظر است عثمان ابن مزعونه، که دوستان میتونن اسمش در خلاصه تاریخ پیدا کنن و مطالعه کنن، از اصحاب محترم و باوقار رسول الله. عثمان ابن مزعون خدمت پیامبر رسید، ببخشین همسرش، خانمش آمد خدمت پیامبر به فرموده امام صادق، گفت یا رسول الله، این شوهر ما عثمان ابن مزعون صحابی شما روزا روزه میگیره، شبها هم خیلی عبادت میکنه، نماز میخونه، قرآن تلاوت میکنه، حالا با ادبیات در واقع سربسته بگم، توجهی به من نداره. همین وضعیتی که امروزا خیلی به این چیزا بها داده میشه، یعنی شرایط جامعه گاهی به یک مسیر حرکت میکنه که اون مسیر اگر مدیریت نشود، مخصوصا حکام، علما،
متفکرین اگر مدیریت نکنن اوضاع خیلی به هم میریزه. همسر عثمان ابن مظعون آمد به پیغمبر گفت یا رسول الله این صحابه شما اینطوری شده، خیلی روزه میگیره، خیلی نماز میخونه، خیلی عبادت میکنه، اما به من اصلا توجه نداره، من همسرشم، شریک زندگیشم. اونی که برای من خیلی جالب بود، همه علما، همه شما عزیزان میدونین پیغمبر دارای خلق عظیم بود، انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر دارای اخلاق بزرگ بود، به این سادگی ها خشمگین نمیشد، ناراحت نمیشد. تا پیغمبر شنید، تاریخ می نویسد پیغمبر خیلی خشمگین شد. جاءت امرأة عثمان ابن مظعون الى النبی فقالت یا رسول الله ان عثمان یصوم النهار و یقوم اللیل، اونی که محل شاهد است، فخرج رسول الله مغضبا، پیغمبر از منزل بیرون شد خشمگین، در حال غضب، ناراحتی، یحمل نعلی. بعضی چیزا رو باید دقت کرد، پیغمبر کفشا رو نپوشید. دیدین گاهی یک قضیه خیلی جدیه، آدم دیگه فرصت نمیکنه، یعنی اهمیت قضیه به قدری است که پیغمبر کفش نپوشید. تاریخ می نویسه، روایت است، یحمل نعلی، پیغمبر کفشا رو به دست مبارکش گرفت، حتی جاء الى عثمان، رسید به خانه عثمان ابن مظعون، فوجده یصلی، پیغمبر دید داره نماز میخونه، عثمان نمازش تمام کرد، عثمان ابن مظعون، فانصرف عثمان حين رعا رسول الله، وقتی دید پیغمبر آمده نمازش کوتاه کرد، تمام کرد، فقال له یا عثمان، پیغمبر به این صحابی فرمود، اسمش گرفت و تکرار کرد، لم یرسلنی الله تعالی بالرهبانیه، پیغمبر فرمود عثمان خدا مرا برای رهبانیت نفرستاده، لم یرسلنی الله بالرهبانیه، رهبانیت یعنی دوری از جامعه، دوری از خانواده، قطع رابطه، یه زندگی به اصطلاح ضعیف، تنهایی، خلوت. حضرت فرمود خدا مرا برای این چیزا مبعوث نکرده، لم یرسلنی الله بالرهبانیه ولیکن بعثنی بالحنفیه، مرا به دین اعتدال و آسان برگزیده. اسلام دین آسانی است، سختگیری های بی مورد، اجبار کردن ها، مردم را متنفر کردن، اینا در اسلام نیست، اینا نیست. نماز باید عاشقانه، حج عاشقانه، عبادت عاشقانه. نمیگم کسی نماز ترک بکنه، من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر، کسی که نمازش عمدن ترک بکنه کافره، اما باید زمینه را فراهم کرد. حضرت فرمود که خداوند اسلام را بدین، مرا بدین آسان و اعتدال مبعوث کرده، بعثنی بالحنفیت سهلت السمح، سه تا عبارت پی هم است، سخن پیامبر، مرا بدین اعتدال و آسان و گذشت، بالحنفیه السهل السمح، فرمود که بر این برانگیخته است، فرمود اصوم و اصلی، من پیغمبر روزه میگیرم، نماز هم میخوانم، و المس و اهلی، من کنار همسرم مینشینم، از این نعمت الهی بهره میبرم. المس اهلی، فمن احب فطرتی فلیتسن بسنتی، هر که دین مرا دوست دارد
باید به سنت من عمل کند. و یکی از سنت های من حضرت فرمود، همون عبارت معروفی که موقع خواندن عقد خیلی خواندیم و علما هم خواندن، بازم در آینده خواهند خواند، فرمود من احب فطرتی فلیتسن بسنتی و من سن و ان من سنت عن نکاح. ببینیم گاهی طرف به عنوان دین در تشخیص اهم از مهم به مشکل برمیخوره. چرا؟ چون تشخیص درونی قدرت عقلش یاری نمیکنه. از طرف دیگر با منابع بصیرت و روشنی ارتباط نداره. وقتی این ارتباط برگزار نبود و این زمینه فراهم نبود، یک چیزی را به نام دین بر مردم عرضه می کند، می بینیم که نفرت ها بیشتر می شود، فاصله ها بیشتر می شود، تجمعات و استقبال کمتر می شود. به همین دلیل است که اسلام در دو موضوع اهمیت ویژه قائل است. یکی یادگیری، مهمتر از اون یادگیری این است که در تضاهم بین دو امر مهم و اهم باید اونی را که در زندگی بیشتر تأثیر دارد او را تشخیص بدهد. ما اگر روایات فراوان داریم، آیات زیادی داریم که ما را برای رسیدن به آگاهی امر کرده، یقین داشته باشیم تشخیص نیک از بد همه هدف نیست. هدف این است که در تضاهم اونه که سرنوشت ساز است او را بیشتر باید ما دنبال کنیم. خیلی فرصت نیست من بحث بازتر کنم، انشاءالله باشه برای جلسه های بعد یا انشاءالله در هفته های بعد. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند فضل العالم علی العابد، برتری عالم از عابد، که فضل القمر علی سایر النجوم لیلت البدر، مثل فرمود برتری ماه شب چهاردهم است بر دیگر ستارگان. شب چهارده شما با آسمان صاف نگاه کنین، ما چقدر درخشنده است نسبت به سایر ستارگان. کدام عالم؟ اونه که فقط خوب را از بد تشخیص بده، بگه آقا نماز در مقابل شراب بهتره، یا نه اونه که در تضاهم اثرش بیشتره. ما امروز تنها که با نماز نمیتونیم مشکل مردم حل بکنیم، با تلاوت قرآن که نمیتونیم حل بکنیم. ما امروز باید محیط زندگی مردم از خیلی از آلودگی ها در امنیت قرار بدیم، زمینه رشد و آرامش و صفا و تعامل و ارتباط فراهم بکنیم. و الا یک تشخیص بدوی کجای زندگی مردم میتوانه حل بکنه، مدیریت بکنه؟ اساسا دشمنان اسلام دنبال یک همچنین دیانتی هستن، یک دینی که فقط به ظاهر نگاه بکنه، قشری باشه، به هسته و به مغز توجه نداشته باشه. به همین دلیل است که خیلی سفارش شده با علما نشست و برخاست بکنین. خب گاهی یک انسان عامی در یک مجلس علمای شرکت میکنه، میبینه این جمعی که با عنوان علما دارن کار میکنن خیلی در تشخیص اهم و مهم ضعیفن، یقینا اون آدم دل نمیده، چون میبینه تأثیری نداره. کسانی که رفتن خدمت آقا رسول الله، خدمت اصحاب پیامبر، خدمت ائمه معصومین، اینها متحول شدن. چرا؟ چون دیدن
اونها برای رساندن انسانها به سعادت برنامه دارن. و الا اگر قرار باشه آدم کنار یک شخص بنشینه که او فقط قرآن تلاوت بکنه، یک عبارتی از حدیث بخونه، نتوانه سالها در شهر زندگی بکنه، در جامعه حکومت بکنه، مدیریت بکنه، یک پیشرفتی، یک تحولی را به وجود بیاورد، مردم چگونه همیشه پی حرف او باشد؟ فرمودن ابوذر ما من مؤمن یقعد ساعتا عند العالم. خب همه دوستان میدونن پیامبر با ابوذر خیلی صحبت های دو نفری داشتن. در یکی از این صحبت های دو نفری فرمود ابوذر اگر مؤمنی در کنار عالمی بنشیند، خداوند صدا میزند الا ناداه ربه عز و جل. این روایت یک دقت کنین حالا کدام مرحله را میفرماید. فرمود اگر مؤمن کنار عالم بنشیند خدا ندا میکند جلست الى حبیبی، تو کنار رفیق من نشستی، کنار دوست من نشستی، جلست الى حبیبی. و عزتی و جلالی، قسم به عزتم، قسم به جلالم، لاسکننتک الجنه، من تو را در بهشت ساکن میکنم، معه با همون عالمی که تو کنار او نشستی. آیا به اجبار این نشستن، این رابطه با عالم انسان را باید جهت بدهد؟ اصلا لا اکراه فی الدین وقتی توجه بکنیم، اینکه لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشا، همه اینها به این مقوله ما را راهنمایی میکنه که ما باید زمینه تاثیرگذاری و روشنگری و تشخیص این اهم را در مقابل اون مهم در جامعه فراهم بکنیم. ولا ابالی، من باک ندارم و کسی که در کنار چنین عالم بنشیند او را اهل بهشت قرار بدهم. یعنی نحوه مدیریت، نحوه تعامل، نحوه انتقال از اون اشکال و از اون در واقع نمونه هاییست که زمینه این تشخیص را فراهم میکنه. امیدواریم که جامعه اسلامی، اونهایی که الحمدلله از آدرس قرآن، از آدرس دین، از آدرس پیامبر که این تحول عظیم را در زندگی بشریت به وجود آورد، مردم از کوه ها، از دره ها، از زندگی با حیوانات، از زنده به گور کردن دخترها، از درآمد از راه سرقت و دزدی به یک تحول عمیق غیر قابل پیش بینی رهبری کرد، از این آدرس حرف میزنیم، بیاییم در اون مقوله های مهم به سرنوشت ساز تشخیص و بصیرت گام برداریم که الحمدلله با قرآن و با روایات و با زندگی پر از این نمونه ها و از این مقوله ها در زندگی پیغمبر امکانات این فهم و این درک وجود دارد. خدایا ما را بیش از پیش با قرآن آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله امیر المؤمنین
و علی صدیقت طاهره و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را در آیت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. نماز جمعه که در سوره مبارکه جمعه به یک شکل بسیار ویژه و بی سابقه و بی نمونه معرفی شده، ارزش معنوی و همینطور ارزش آگاهی دهی و بصیرت افزایی دارد. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقت صدای نماز جمعه به گوشتان رسید، این آوا و این ندا بلند شد، فاسعوا الی ذکر الله، با تلاش خودتان را به ذکر و یاد خدا برسانید. گاهی آدم دل شب سبحان الله میگه یا الله میگه، گاهی در یک جلسه 50 نفری 60 نفری، گاهی در نماز جماعت صبح و ظهر و عصر مغرب و عشاء حضور پیدا میکنه. اما خدا در سوره مبارکه جمعه نماز جمعه را که با این آیه و این عبارت معرفی کرده میفرماید این ذکر کلام است، فاسعوا الی ذکر الله. یعنی همه این نماز از آغاز تا پایان ذکر است، تنها اون بخشایی که رو به قبله میستیم نه، تمام این نماز ذکر است. خب دلیلش این است که در این نماز اون چرا که جامعه اسلامی نیاز داره باید گفته بشه، سیاست گذاری بشه، مدیریت بشه. متاسفانه به اون سبکی که پیغمبر نماز جمعه برگزار میکرد ما مسلمان ها به اون سبک انجام نمیدیم. در زمان پیامبر شخصیت های تأثیرگذار، رجال سیاسی، رجالی که مدیریت جامعه را به عهده داشتن، با عنایت پیامبر در نماز جمعه حضور داشتن. نماز جمعه یک صحنه استثنایی است، همونطوری که متوجهین خیلی ها تلاش میکنن شخصیت ها در ایام حج خلاصه خود به حج برسانن و کار خوبی هم هست اگر حق دیگر ها پامال نشود، چرا چون سفری استثنایی است. نماز جمعه هر هفته این جایگاه را دارد. بگذاریم، باید در نماز جمعه اون چرا که جامعه به اون نیاز داره به اینها پرداخته شود. اولین مسئله ای را که لازم میدانم مطرح بکنم، بعضی وقتا شاید برخلاف اون انتظاراتم باشه، این مسئله است که کمیته سویدن همین روزها روز پنجشنبه خدمت شما رو یه گزارشی را پخش کرد که ما برای مبارزه با بیسوادی در شمال شرق افغانستان، یعنی در خدمت شما عرض شد که مناطق و ولایات مثل تخار و ولسوالی های اطرافش، یک برنامه داریم برای مبارزه با بیسوادی. در ولسوالی های ولایت تخار در 325 محل، حالا قریه، شاید در یک قریه بزرگ باشه 2 جا 3 جا، ما کلاس برگزار میکنیم و گفتن
برای 400 نفر معلم شغل ایجاد میکنیم. خب اگر قرار باشه در 325 محله و منطقه کلاس و محل آموزش و یادگیری فراهم بشه، طبعا با خادم و با اون به اصطلاح معلم 400 نفر شغل پیدا میکنن. و جالب است که 60% دانش آموزان این صنف ها دختران هستند و هدف اصلی مبارزه با بیسوادی است. من نمیگم این کار بدی است، کار خوبی است. اینه که یک کشوری خلاصه از دور بیایه و پول و امکانات و ظرفیت فراهم بکنه که جامعه ما باسواد بشه، دخترای ما باسواد بشه، پسرای ما باسواد بشه. یک دانش آموز 12 ساله میگوید 4 سال است که من از یادگیری، یعنی از 8 سالگی محروم بودم. حالا با عنایت و با برنامه ریزی خلاصه ای کمیته ما زمینه یادگیری را برامون فراهم شده، خوشحال هستیم. خب چرا جامعه اسلامی خودش به این مقوله توجه نمی کنه؟ اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. ما برای که کشاورزی خوب داشته باشیم، آب آشامیدنی پاک داشته باشیم، بهداشت خوب داشته باشیم، لازمش اینه مکتب بخوانیم، دانشگاه ها تجهیز بشه، استادای وارسته و عالم و دانشمند و قوی در جامعه و در کشور و در محیط باشه. این وضعیتی که دیده می شود هر کس سرش چیزی بشه به خاطر شرایط مسائل علمی و پژوهشی، دستش به اون چیزی که باید برسه نرسه، این یک در واقع زمینه عقب ماندگی و حرکت به قهقرا را فراهم میکنه، برخلاف منافع اولیای جامعه است. امیدوارم که با تجدید نظر و با استفاده از شرایط که این شرایط باید به وجود بیاوریم، نه تنها منتظر باشیم دیگران بیاین اما کار ما را درست بکنن بعد ما بریم مثلا از اون امکانات استفاده بکنیم، این شرایط به وجود بیاوریم. میدونیم سال یک بار در خزان که الان برج 7 به پایان رسید و آغاز برج 8 است، خدمت شما رو میشه که خزان شروع میشه، یعنی شروع شده یک ماه گذشته، هفتمین یک نمایشگاه فراورده های یعنی محصولات زراعتی و دهقانی به وجود میآید که ما چه تولید کردیم، میوه های مختلف، خلاصه محصولات حالا حبوبات، خدمت شما رو میشه که سبزیجات، همه اینها یک به اصطلاح نمایشگاهی از فراورده های بازرگانان و صنعتکاران و دهقانان افغانستان فراهم میشه. برای هدفش خودکفایی افغانستان است و سرمایه گذاری در همین عرصه. خدمت شما عرض شه که یکی از شخصیت های معروف امارت اسلامی آقای ملا عبدالغنی برادر در صحبتی که در این نمایشگاه ایشان داشتن گفتن که امارت اسلامی طی 1 سال گذشته کار قانع کنندهی به شهروندان کشور انجام نداده است. ما خوشحال هستیم، من شخصا واقعا همیشه یاد کردم و اینجا یاد میکنم الحمدلله مسائل امنیتی خیلی خوبه. من خیلی سالها نمیتونستم جایی که دلم میخواست مسافرت برم، الان راحت میرم. بعد از 11 سال بلخاب رفتم، بعد از سال گذشته 10 سال سنچارک رفتم و ولایاتی که
شرایط سفر من فراهم نبود، الان فراهم است، اما انتظار بالاتر از این است. این یک درگ خوبی بود که این شخصیت ما فرمودن در سال گذشته، در یک سال گذشته باید اون چیزی که به شهروندان انجام میدادیم انجام ندادیم. در یک سال گذشته ما هیچ چیزی به ملت انجام ندادیم که ملت را قانع کرده باشیم. ما باید سر خود خلاص کنیم که در یک سال به خاطر قانع کردن ملت چیزی نکردیم، بلکه یک کار به گونه نمونه انجام دادیم. تعبیرشان یک نمونه ای را بالاخره باید عرضه بکنیم که خب این برای پیشرفت کشور لازم است. آقای حنفی معاون اداری ریاست الوزراء میگوید هیچ تهدید امنیتی در کشور وجود ندارد. هم جامعه جهانی وظیفه دارد در شرایط فعلی سراغ کشور ما بیاید، ما را به جرم خیانت، خلاصه خیانتکاران دوره های گذشته حق ندارد تحریم بکنه. وظیفه جامعه جهانی است در قبال ملت افغانستان سرمایه های جامعه ما را، ملت ما را رها کنن و کمک های جدید بکنن. خب یک بخش کار است، بله امنیت است، اما یک بخش کار این است که خودمان شرایط فراهم بکنیم. ما چقدر از این آبهایی که اکثر نقاط کشور ما الحمدلله آبخیزه چقدر استفاده کردیم. من دیروز سفر به شبرغان داشتم، در یک جایی رفتم دیدم یک مرکزی، او کسایی که اونجا زندگی میکردن میگفتن که عکس، یعنی همه کسایی که اینجا دارن زندگی میکنن از این آب که استفاده میکنن، آب یک آلودگی خاصی داره، اکثر اینا مریضن، دو لیوان دو پیاله آب بخورن مریض میشن. خب کی باید مشکلات حل میشه؟ ما در بخش آب، در روایات ما هم در قرآن بسیار دستور داریم. پیغمبر ما فرمود من وجد ما ان و ترابا ثم افتقر ابعده الله. کسی که آب داره، خاک داره، بازم گرسنه است، او از رحمت خدا دوره. باید زمینه سرمایه گذاری رو فراهم بکنیم، زمینه کار رو فراهم بکنیم. اگر مردم به این عقیده هستن که مردم ما اهل کار نیستن، اشتباست. اگرچه متاسفانه همین کمک ها و خلاصه برخوردهایی که با جامعه ما شده حالت تکدی، حالت کار نکردن در جامعه ما بالا برده، اما در کل تاریخ مردم ما و کشور ما را که ببینیم و ملاحظه کنیم، مردمان الحمدلله سختکوش، تلاشگر و قانع در این حال مردمان مدیری هستیم و از هیچ خلاصه زمینه پیشرفت ما حاضر نیستیم که بهره نبریم و استفاده خواهیم کرد. ما امیدوار هستیم که به این موضوعاتی که اشاره شد و یکی دو تا از شخصیت ها گفتن به اینا توجه بکنیم. وزارت زراعت و مالداری برای رسیدن کشور به خودکفایی، برای پیشرفت تأکید کردن. آقای عطاالله عمری گفتن که در بخش زراعت و مالداری و آبیاری ما با نیروهای مسلکی باید ارتباط برقرار بکنیم. مسلمه تا ما باید متخصص، یعنی متخصص نداشته باشیم کار جلو نمیره. اون بحثی را که من در خطبه اول مطرح کردم اینجا بیشتر خودش نشان میده. آدم گاهی میبینه یه سرک کار میشه، یک آقای مسئولیتش داره که وقتی تمام میشه میبینی این همه پول حفظ شده. گاهی مشکل آبرسانی است، آبرسانی کلان، میبینیم یک ازینه کلان اونجا مصرف شده، بعد میبینی نمیشد بهتر بود. کار باید به متخصصش داد.
نمیشه یک آقایی را بر یک رسی ریاست گماش که او قدرت نداره اونجا را اداره کنه. این بسلای کشور نیست. با سختگیری مشکل حل نمیشه. و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. این مشورت یک جزئی از اون اصالت ها و اون قصد در مشورت. فقط این نمیشه که ما بگیم بیا مشورت بکنیم. با کی مشورت کنیم؟ با آقا باید مشورت کنیم. میشه در امور نظامی با غیر متخصص مشورت کرد، نظری او را گرفت؟ حالا چهار نفر انسانی که امور نظامی را بلد نیست اینا بیان مشورت بدن، میشه در مقابل دشمن مقاومت کرد؟ خب در سرمایه گذاری، در مدیریت، در خودکفایی باید انسانهای آگاه، انسانهای کلدار، مغزدار، تردار، برنامه‌دار پیدا کرد، با اینا نشست و از فکر اونا استفاده کرد و اونا را میدان داد. امید است که به همه واقعیت ها توجه داشته باشی. من خطبه را طولانی نکنم. امروز 24 ربیع الاول است. هفته گذشته مثل امروز 17 ربیع الاول ولادت پیامبر و امام صادق علیه السلام بر روایتی بود و 12 بر روایتی دیگری که ما این مناسبت ها را همیشه دنبال میکنیم برای اینکه جامعه را روشن‌تر و با بصیرت‌تر انشاءالله مدیریت کنیم. در تاریخ می نویسم در 25 ربیع یعنی مثل فردا در سال 5 هجری، می دانیم پیغمبر 13 سال بعد از بعثت در مکه بودن، بعد مهاجر شدن از مکه به سمت مدینه. 10 سال و 58 روز بعد از هجرت پیغمبر زنده بودن و در 28 صفر سال 11 هجری رحلت کردن. در سال 5 هجری مثل فردا یکی از غزوات رقم زده شد. غزوه به اون جنگی و اون حرکت نظامی گفته می شود از نظر تاریخ که خود پیغمبر حضور داره. سریه به اون حرکت نظامی و در واقع حرکتی که پیغمبر از مدینه مدیریت میکرده و خودش حضور نداشته کسی را میفرستاده به او گفته میشه سرایا و غزوات. در سال 5 هجری پیامبر خودشان در رأس یک لشکر از مدینه حرکت کردن، آمدن به منطقه دومت الجندل. حالا دوستان که اهل پژوهش و تحقیقا بعد برن این واژه دومت الجندل بیشتر دنبال بکنن، کار ندارم. به پیامبر گزارش شد که در منطقه دومت الجندل یک گروهی از اشرار، یک عده از انسان هایی که همیشه دنبال ناامنی هم، یک عده قطاع طریق، انسان های مردم آزار دور هم جمع شدن و همیشه مسافرین و کاروان های تجاری را غارت میکنن. خب یه منطقه ای که امنیتش تامین نباشه یک عده جمع میشن، بعد براشون نمیگذاره که اموال مردم را به غارت ببرن. به پیغمبر گزارش که شد، ببینید چقدر پیغمبر حساس بود. شخصا پیغمبر با یک تعداد از جمعیت که الان من دقیق اون آمار را اینجا ندارم، اما اونی که تاریخ نقل میکنه سبا ابن عرفته غفاری را که از طایفه ابوذر غفاری بود، شخصیت مورد احترام، پیغمبر فرمود شما در پیدا کردم الحمدلله تعداد جمعیت، فرمودن شما در مدینه بمانین، به اصطلاح جانشین ما باشین. خود حضرت با 1000 نفر همه انسانهای رزمی و آماده به جنگ از مدینه رفتن بیرون، رسیدن به اون نقطه دومت الجندل.
اون گروهی که اونجا بی‌نظمی می‌کردن متوجه شدن پیغمبر حضور پیدا کرده، صحنه را ترک کردن، فرار کردن، اون چیزی که غارت کرده بودن تا اون لحظه و از اونجا انتقال نداده بودن، اموالشان همه را پیغمبر مصادره کرد، انتقال داد به مدینه. ما برای اینی که تأثیر به پیغمبر بکنیم باید به همه مقوله ها نگاه کنیم. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب چرا در دولت های گذشته جامعه ما اینقدر ضرر کرد؟ چرا کسایی که ادعا داشتن رهبر هستن، زعیم هستن، اینا در صحنه های اساس نبودن؟ همه دنبال خوشگذرانی بود، نه در پارلمان کسی بود، نه در وزارتخانه کسی بود، نه در ریاست کسی بود، همه دنبال خوشگذرانی، مسافرت، نقل و انتقال بودن. امروز ایجاب میکنه برای تأمین امنیت بیشتر، برای رونق زندگی، برای مبارزه با فقر کمرشکن و ذلت آوری که جامعه ما مبتلا و گرفتار هست، اقدامات با هدف و با مدیریت کلان را دنبال بکنیم. و شدنیست، الحمدلله بارانی که دو سه روز قبل الحمدلله باری، خیلی امیدواری شد. ما منابع زیاد داریم، واقعا اقلیم ارزشمند داریم. این کشور از ویژگی‌هاش اینه که بعضی از مناطقش در حالی که یک گوشه دیگرش زمستان است، بهترین آب و هوا را داره، همه چیزی رو که جامعه نیاز داره میشه اونجا کشت کرد. اونجا وقت خلاصه آب و هوا بر میگرده، مناطق دیگه ای داریم که اونجا ظرفیت داره، بعد معادن زیادی داره. شایسته نیست این ملت سالهای که پشت سر گذاشته این ادامه پیدا بکنه. و شدن این کار گره خورده به همون بحثی که در خطبه اول مطرح کردم، تنها در تشخیص حق ببخشیم، خیر از شر اکتفا نکنیم، بیاییم چیزایی که مهم است در زندگی با اونا بیشتر بها بدیم. اونهایی که ما را از این وضعیت بیرون میکنن، ما را به یک جامعه آگاه، جامعه بی نیاز، جامعه که در مقابل هر کسی که با ما رابطه ایجاد میکنه حرف برای گفتن داشته باشیم، حرکت داشته باشیم، تر داشته باشیم، ما را به اون جامعه برسانه، در اون مسیر گام برداریم. خدایا فرج آقای ما صاحب از زمان برسان، ما را از منتظران واقعی اون عزت محسوب بفرما. خدایا امنیت همه مسلمین مخصوصا جامعه افغانستان را بیش از پیش تأمین بگردان. دلسوزان به این جامعه و ملت، شخصیت های صادق و با اخلاص به توفیقاتشان بیفزا. دشمنان امنیت ما، دشمنان پیشرفت ما، دشمنان وحدت ما اگر قابل هدایت نیستن نابود و ریشکن بگردان. عزیزان که با حضورشان در مراسم نماز جمعه این صحنه یاد بزرگ و کلام خدا را رونق می‌دهند، عزت دنیا و آخرت عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.